با عرض سلام باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیو های ما. لطفا چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیو های جدید و جالب ما را از دست ندهید. مشاور رئیس جمهور گنجینه باختر را به اعضای پارلمان، جامعه مدنی و رسانه ها نشان می دهیم. دیدار و ملاقات گلبدین حکمتیار و میر رحمان رحمانی، آقای رحمانی حکومت را به تفرقه اندازی متهم کرد و در اخیر هشدار امرالله صالح در مورد سوء استفاده قاچاقبران از سیستم گمرک افغانستان. لطفا تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. مشاور رئیس جمهور غنی گفته است که گنجینه باختر را به اعضای پارلمان، جامعه مدنی و رسانه ها نشان می دهیم. و دنبال ابراز نگرانی مجلس نمایندگان در مورد اهمیت گنجینه طلایی باختر، وحید عمر مشاور رئیس جمهور غنی میگوید که حکومت اعضای شورای ملی، جامعه مدنی و رسانه ها را برای بازدید از ذخایر اطلاع فرا میخواند. آقای عمر امروز چهارشنبه 15 دلو در توییتر گفته است بر اساس فیصله کابینه، اعضای شورای ملی، جامعه مدنی و رسانه ها برای بازدید از ذخایر اطلاع به شمول گنجینه باختر فرا خوانده خواهند شد. او افزوده است که این گنجینه ها از فراز و فرودهای تاریخ محفوظ مانده و اکنون وقت آن است تا مردم افغانستان در مورد شیوه نگهداری از آن مطمئن شوند. او تاکید کرده است که کار روی طرح آن جریان دارد. در تاریخ 8 دلو میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نسبت به سرنوشت گنجینه طلایی باختر ابراز نگرانی کرده بود. آقای رحمانی با اشاره به گزارش ها در مورد قاچاق پول از میدان هوایی کابل گفته بود که اگر چنین فساد گسترده ادامه یابد، گنجینه طلایی باختر در امان نخواهد بود. او پیشنهاد کرده بود که گنجینه طلایی باختر به دلیل بی‌اعتبار بودن بانک مرکزی کشور، افغانستان بانک، باید به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به گونه امانت فرستاده شود. ارگ ریاست جمهوری از این اظهارات میر رحمان رحمانی ابراز تأسف کرد و آن را غیر مسئولانه خوانده بود. در اعلامیه که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده بود آمده است که پیشنهاد انتقال و سپردن سرمایه ملی به یک کشور دیگر خلاف منافع ملی است. در اعلامیه تاکید شده است که گنجینه باختر گرانبها ملکیت مردم افغانستان است و حکومت به شمول نیروهای امنیتی و دفاعی از آن حفاظت می کند. گنجینه باختر به عنوان پشتیوانه پول ملی کشور به شمار می رود. این گنجینه از ساحات باستانی، طلاتپه، تپه قول، آی خانم، بگرام و تپه زرگران کشف شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ در هفته حمل سال جاری اعلام کرد که این گنجینه پس از 13 سال نمایش در 13 کشور جهان دوباره به افغانستان برگشت داده شده است. این وزارت اعلام کرده بود که 5 میلیون نفر از این گنجینه دیدن کرده و عواید مجموعی از نمایش آنها به 314,319,436 افغانی می رسد. دیدار و ملاقات میر رحمان رحمانی و گلبدین حکمتیار. بشیر احمد قاسمی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: گلبدین حکمتیار امروز در دیدار با میر رحمان رحمانی از موقف مجلس نمایندگان پشتیبانی کرده است. در همین حال میر رحمان رحمانی حکومت را به تفرقه اندازی متهم کرد. رئیس مجلس نمایندگان میگوید که حکومت به جای توجه به مسئولیت های اساسی خود، به ویژه احترام به مصوبات مجلس نمایندگان را به جای هم به جان هم می اندازد. با گزارش از اسپوتنیک، میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه 15 دلو این مجلس گفت که حکومت به جای رسیدگی به مسئولیت های اساسی خود تلاش دارد میان اعضای خانه ملت تفرقه بیندازد. آقای رحمانی افزود بر مبنای قانون اساسی مجلس با تشخیص صلاحیت هایش می خواهد مظهر اراده مردم باشد و صلاحیت هایش را اعمال کند. حالا شما بگویید که کجای این خواست ها نامشروع و ضد جمهوریت است؟ اگر جمهوریت مهم است و ارزش دارد، چرا به پارلمان و مصوبه های پارلمان احترام گذاشته نمی شود در حالی که تنها مرجع تقویت جمهوریت پارلمان است؟ او با اشاره به وضعیت بد اقتصادی و ازدیاد فقر در کشور گفت که بر اساس یک گزارش 72% جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. افغانستان در میان 10 کشور فاسد جهان قرار دارد،
اما حکومت به جای رسیدگی به این موارد میخواهد اعضای خانه ملت را متفرق بسازد. باور داشته باشید که این جای را نخواهد گرفت. این در حالی است که برخی نمایندگان در نشست روز دوشنبه گذشته مجلس به شدت بر میر رحمان رحمانی تاختند و در خصوص اظهارات او که گفته بود یک طرح تازه در مورد صلح برایش رسیده، رحمانی را به طرفداری از طرح حکومت موقت متهم کرده و به شدت انتقاد کردند. شماری از نمایندگان مجلس در نشست امروز مجلس جنجال لفظی دو طرف را نمایشی خواندند. بلقیس روشن یک عضو مجلس در این خصوص گفت: مردم افغانستان باید ببینند و بدانند نمایشات جالبی که در پارلمان انجام می شود فقط برای مزد گرفتن است، نه به منافع مردم. اگر به منافع مردم است، ما از رسانه ها تقاضا می کنیم که همان چهره های دو طرف دیروز را نشان دهند که چند تایش امروز حاضر است، در قبال چقدر معاش و امتیاز آمدند سخنان خود را فروختند. رمضان بشردوست هم گفت: روز دوشنبه شما را دیدم که بحث داغ و آتشین از جمهوریت و امارت داشتید و هم دیگر را مزدور و جاسوس فلان کشور قلمداد کردید، هم دیگر را معاش بگیر و وکیل مدافع فلان فرد و فلان نهاد و فلان اداره قلمداد کردید. اما اگر واقعیت را ببینیم و یک دقیقه فکر کنیم، تمام بحث های شما بی اثر و بی نتیجه است. آقای بشردوست تصریح کرد که هیچگاهی در مورد سرنوشت افغانستان خود مردم تصمیم نگرفته، بلکه لالای بزرگ که دیروز شوروی بود و امروز امریکا است تصمیم گرفته است. و در اخیر هشدار امرالله صالح در مورد سوء استفاده قاچاقبران از سیستم گمرکی افغانستان. با گزارش از آریانا نیوز، معاون نخست ریاست جمهوری کشور میگوید که قاچاقبران برای فریب دادن سیستم گمرک افغانستان ده ها هزار تن مال را به میدان شهر انتقال میدهند. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری کشور، روز چهارشنبه 15 دلو با نشر گزارش جلسه ششنیم خود گفته که قاچاقبران با این کار خود سیستم گمرک افغانستان را دور میزنند. وی گفته قاچاقبران برای فریب دادن سیستم گمرک افغانستان ده ها هزار تن مال را به میدان شهر انتقال می دهند، تخلیه می کنند و از آنجا توسط موترهای کوچک دوباره به سمت کابل بارگیری می کنند. معاون نخست ریاست جمهوری افزوده: از تمام وکلا و نمایندگان شریف میدان ورده که ما را در جریان گذاشتند سپاسگزاری می کنم و به این مشکل به صورت جدی رسیدگی خواهیم کرد. آقای صالح در بخش دیگری از گزارش خود گفته: فعلا پلیس برخی از اماکن و ادارات دولتی را تامین امنیت میکند، اما پلیس باید به مسائل اساسی خود که مبارزه با جرم و توریسم است برود. شماری از وزارتخانه ها و ادارات که هدایت رئیس جمهور را جدی نگرفتند، این آخرین هدایت و هشداری است تا موضوع را جدی رسیدگی و برای تامین امنیت ادارات مربوطه به محافظت عام قرارداد امضا کنند. وی همچنان گفته است که گزارش تنظیم بازار لیسه مریم و کار سروی ناحیه اجده برای ما قابل قبول نیست، باید هدایت هرچی عاجلتر عملی گردد، مردم نظم میخواهند. معاون نخست ریاست جمهوری بیان داشته که با توجه به حوادث درستی روز گذشته، سطح رضایت از جلسات 6.5 نسبت به روز قبل از 77% به 61% کاهش پیدا کرده است. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین ویدیو با ما همراه بودید. لطفا برای ویدیو های بیشتر و جدید ما چینل ما را سابسکرایب نمودن و زنگ آگهی را فعال سازید. تا ویدیو مطلب بعدی، بدرود.